سلام دوستان، خب تو اینجا میخواییم در خصوص نرم افزار گزارش روزانه و فیلتر کردن سهم ها توی بورس تهران با هم صحبت بکنیم. خب وقتی که این نرم افزار رو باز میکنین، اول یه ریبون زرد رنگ براتون میادش که میگه من محتوای وی بی ای رو اینیبل بکنم. حتما این رو اینیبل بکنین. ممکنه دو تا ریبون زرد رنگ ببینین که هر دو رو اینیبل بکنین و اکسس بدین که بتونین این گزارش رو داشته باشین. به صورت کلی این نرم افزار از دو بخش تشکیل شده. بخش اول گزارش هستش که یه گزارش روزانه که وضعیت بازار تو چه وضعیتی بوده رو به ما میده، و قسمت دوم هم فیلترها هستن که به ما سهم‌های مختلف رو فیلتر میکنن بر اساس حالا داده‌هایی که دارن. این داده ها همش از TSE/TMC گرفته میشه. من اول روند کار رو بهتون بگم. اول داده ها رو از سایت بعد دانلود بکنیم و بعد رفرش بکنیم، یعنی کار خاصی اصلا نداره استفاده از این، ولی خب بیاییم با هم یک بار اینا رو انجام بدیم. اول باید بریم تو سایت TSE/TMC.com، بعد باید بیاییم تو قسمت دیدبان بازار. تو این قسمت سایت TSE تمام داده های مربوط به سهم ها رو که توی یک روز خرید و فروش شدن و باز بودن رو به ما ارائه میده، و این سهم ها حالا تشکیل شده از سهم های عادی یا سهم های مثل این یکی که کد C28 داره، که این سهم ها حالا توی صندوق ها بوده و جدا بوده و توی مثلا کد بورسی عادی نمیتونستیم خرید و فروش بکنیم. خب اولین کاری که میکنیم از این داده ها باید یه خروجی اکسل بگیریم. این خروجی اکسل ببینیم کسانی که از نرم افزار مدیریت سبد سهام شرکت ما هم استفاده میکنن که تو سایت diaco.com هستش، همین خروجی رو میگیرن و سبدشون رو بر اساس همین خروجی به روز رسانی میکنن. یعنی کسانی که اون نرم افزار رو هم دارن فقط کافیه یک بار این خروجی رو بگیرن. پس ما روزانه کافیه یک بار از این خروجی بگیریم. تهیه خروجی رو بزنین، سایت شروع میکنه به جنریت کردن اکسل که ممکنه یه مقدار زمان بگیره. خب وقتی که خروجی رو گرفتش دانلود میکنین، توی قسمت دانلود هاتون ببینین وقتی که خروجی اکسل رو میده اصولا تاریخ رو آخرش میزنه سایت TSE/TMC. اگر از کروم استفاده میکنین سیو از روی اکسل های قدیمیتون بگیرین. مثلا من قبلا اینو خروجی میگرفتم و استفاده میکردم، الان که اینجا مثلا گرفته خروجی رو واسه من، میام اینجا رینیمش میکنم، من این قسمتش رو هر دفعه پاک میکنم که روی اکسلی که همیشه دارم ذخیره کنم، چون اکسلش رو نگهداری نمیکنم این اکسل داده. بعد میام توی دسکتاپم و پیستش میکنم، ریپلیس فایل رو میزنم، این میره رو اکسل قبلیه میشینه واسه ما. بعد میام توی نرم افزارم، فقط کافیه اینجا دیگه رفرش دیتا رو بزنیم که داده ها به روز بشه. میاد داده ها رو میریزه توی مارکت واچ، این همون داده ها هستن، کپی پیست میکنه اینجا و بعد این ریپورت و فیلتر ها رو جنریت میکنه. قبل اینکه من رفرش رو بزنم اینجا، شما یه دونه شیت ستینگ دارین. خب که توی این شیت شما هیچ چیزی رو نباید عوض بکنین. اولش هم این آدرسی هستش که من فایلم رو فراخوانی میکنم که آدرس کامپیوتر من هستش. من اینو دلیت میکنم چون این آدرس توی کامپیوتر شما نیست، وجود نداره، ولی نگران نباشین، خودکار این فراخوانی میشه. توی این قسمت من یه توضیح دادم در خصوص این مارکت واچ که چه دیتاهایی وجود داره. این بیشتر این قسمت واسه شما هستش که بدونین این هر کدوم از ستون‌ها چه معنی میدن، و آدرس اون در واقع اکسل رو هم اینجا گذاشتم که میتونین روی این بزنین و اکسل رو واسهتون دانلود بکنه خودکار. دیگه تو سایت TSE نرین، اینو اگه بزنین روش میره توی اون سایت و دانلود رو بهتون نشون میده، خروجی اکسل میگیره و سیو از میخواد بکنه. یعنی اصلا لزومی نداره که حتما توی TSE/TMC برین که این کار رو بکنین. خب ناکنین داره دانلود رو انجام میده، الان اکسل رو واسه ما دانلود میکنه. خب ببینین اکسل رو واسه ما دانلود کرد و باز کردش. حالا اینجا من اینو دیگه دوباره دقیقا همون کار رو میکنم. ببینین پس دو روش دانلود کردن هست، یا از اکسل اونجا روی لینک بزنین، بعد میایین اینجا، من توی دسکتاپ سیو کرده بودم دیگه از مارکت واچ، میام روی همین سیو از میکنم که اسمش عوض بشه، سیو میکنم، یس میکنم، بعد دیگه میبندمش. پس این یعنی دو راه واسه گرفتن خروجی اکسل از سایت TSE/TMC.
خب اینجا هم که گفتیم هر کدوم از این ستون‌های مربوط به مارکت واچ رو ما اومدیم توضیح دادیم، اینا رو دست نزنید. ببینید اگر یک زمانی این خروجی ستون‌هاش جابجا شدن، ما باید اکسلمون رو آپدیت بکنیم. با فقط آپدیت کردن این شماره ستون‌ها اکسلتون آپدیت نمیشه و باید توی کدهایی که اینجا نوشتیم توی این اکسل اون آپدیت رو انجام بدیم. خب بعدش اینو که حالا به صورت پیش فرض واسه شما هم خالی هستش وقتی که این اکسل رو دانلود میکنین، و اینجا هم یه سری ستون وقتی که من روی رفرش بزنم اضافه میکنه به مارکت واچ اصلی که اون ستونها رو اینجا ما نوشتیم و قرار دادیم. پس اینا رو هم نباید تغییر بدین دیگه، چون روی اینا ما عملیات آماری انجام میدیم که اینا اون ستون‌های ما هستن که اینجا اضافه شدن. ببینین اینجا میتونین فیلتر بکنین خودتون یا یه سری دستکاری‌ها رو انجام بدین. مثلا میتونین بیاین آخرش خودتون اینجا فرمول بنویسین یا یه چیزایی بنویسین. فرمول نوشتن اشکال نداره، ولی اگر فیلتر میندازین اینجا و فیلتر میکنین، باید فیلتراتون رو بردارین که ما بتونیم. مثلا اینجا من یه چیزی رو فیلتر کردم، مثلا روی یکی از اینا فیلتر کردم. خب بعد که میخوام آپدیت کنم این ممکنه به هم بریزه داده‌های من رو. کلیر فیلتر بکنین و این فیلترها رو بردارین که این حتما کلیر باشه. خب دیگه اینجا چیز خاصی نداریم و کار خاصی نداریم. پس این تغییرات اینجا چیزی اینجا بیشتر واسه اطلاعات شما هستش. خب بیاییم تو قسمت ریپورت. الان دیگه میتونیم وقتی دادامون رو دانلود کردیم و جای دادای قبلی گذاشتیم رفرش بزنیم. اگر جای دادای قبلی نذارین این دوباره همون اکسل قبلی رو میگیره و دیتا رو آپدیت میکنه دیگه. خب داداتون عوض نشه. من مارکت واچ رو که توی دسکتاپم بود سلکت میکنم اون اکسل رو. حالا حدوداً بین 30 تا 50 ثانیه طول میکشه تا گزارش رو واسه شما ایجاد بکنه. ببینین این زمانش هم خیلی بستگی به نوع تنظیمات فیلتر داره. بر اساس تنظیماتی که من قرار دادم الان اینجا حدوداً 50 ثانیه طول میکشه، اما اگر تنظیمات رو خودتون تغییر بدین که حالا توضیح میدم جلوتر، ممکنه یه مقدار زمانش بیشتر یا کمتر بشه. خب وقتی که گزارش رو به روز رسانی کرد اینجا مسیج آپدیت براتون میاد. تا زمانی که این مسیج نیومده واسهتون اکسل رو کاری نکنین که ممکنه هنگ بکنه و تا اون موقع صبر کنین. بعد اینجا اوکی رو بزنین که بتونین اکسل رو ببینین. خب میبینین که اکسل به روز شدش و اون درصد ما تغییر کرده. خب بیایم اول این ریپورت رو این گزارش رو یه توضیح بدیم که چه گزارشی به شما میده و بعد میریم فیلترها رو براتون توضیح میدیم. گزارش اول میاد تاریخ رو به روز میکنه، میگه این تاریخ واسه 24/2/99 هستش. تعداد شرکت هایی که بررسی کردیم 609 تا هستش. یعنی چی؟ یعنی میادش اون داده‌هایی که مثل مثلا اینجا بهتون نشون دادم کد مثلا غیر داره رو حذفش میکنه و کد 2 و کد 4 رو هم حذف میکنه البته، ولی توی فیلترها واسهتون نشون میده. اونا رو حذف میکنه چون اونا به صورت مثلا عادی نمیتونیم خرید و فروش بکنیم، اونا رو حذف میکنه و 609 تا در واقع سهم وجود داشته که افراد عادی با کد بورسی تونستن خرید و فروش بکنن باش. ارزش بازار رو نشون میده بهتون، به میلیارد تومن نشون میده. ببین اگر تو فرمول نگاه کنین تقسیم بر 10 ضرب در 9 شده، خب که بشه میلیارد تومن. پس اگر خواستین اینو تغییر بدین مثلا به میلیون تومنش کنین یا ریالش کنین، کافیه اینو صفراشو کم زیاد بکنین. تو همه این موارد که میلیارد تومن هستش تقسیم بر یه چنین مقداری شده. بعد ارزش بازار یعنی این که من حجمم ضرب در قیمت پایانی شده. الان این نموداری که اینجا میبینیم منفی 23% بوده بازار امروز، یعنی این که ارزش بازار امروز نسبت به ارزش بازار دیروز منفی 23% بوده. خب یعنی قیمت‌های پایانی توی بازار امروز کاهش داشتن، یه چنین کاهشی رو داشتن. و ما اینجا شاخص‌ها رو نداریم به خاطر اینکه توی مارکت واچ شاخص مثلا کل یا شاخص هموز وجود نداره، ولی بر اساس ارزش بازار میاییم کل بازار رو تفسیر می‌کنیم و تحلیل می‌کنیم. بعد میانگین درصد تغییر که همین هستش اینجا داره نشون میده بهتون توی نمودار، و حجم کل معامله شده به میلیارد هستش. یعنی اینکه اینجا الان 9 تا صفر وجود داره واسه شما و تعدادش 20 میلیارد
حجم 20 میلیارد سهام معامله شده توی این روز و تعداد کل معاملات، یعنی ببینیم ما اینجا فرد نداریم، معامله داریم. ممکنه یه فرد 3 تا معامله بزنه تو روز یا 10 تا معامله بزنه، ولی چون اینجا توی مارکت واچ فقط تعداد معاملات رو داره به ما نمایش میده، به خاطر ما آنالیزمون تحلیلمون بر اساس تعداد معاملات بوده و تعداد افراد حقیقی و حقوقی رو نداریم. اینجا هم داره بهتون نشون میده 2,905,000 خورده‌ای معامله انجام شده تو این روز. و اینجا هم تعداد شرکت‌هایی که مثبت بودن و تعداد شرکت‌هایی که منفی بودن رو داره بهتون نشون میده، که این نمودار رو هم اینجا داریم که بهتر بتونیم ببینیم. الان 41% از کل شرکت‌هایی که معامله شدن قیمت پایانی مثبت داشتن، ولی 59% از اونها قیمت پایانی منفی داشتن. ببین تحلیل ما بر اساس قیمت پایانی هستش اینجا. پس نشون میده که کلاً بازار تو یک وضعیت منفی بوده، چون تعداد زیادی از شرکت‌ها منفی بودن. خب توی جدول بعدی که اینجا هستش، ما داریم نشون میدیم که تعداد منفی‌ها تو چه بازه‌هایی قرار دارن، فراوانی شرکت‌ها رو نشون میده. مثلا اینجا داره نشون میده که 58% از شرکت‌ها بین 0 تا 1% مثبت بودن و 37% از شرکت‌ها بین 1 تا 2% بودن و 58% بین 2 تا 3% مثبت خوردن و غیره. و اینجا داره تعداد منفی ها رو نشون میده. یعنی چی؟ یعنی 51 شرکت بین 0 تا -1% بودن. پس این داره واسه شرکت های مثبت درصد مثبت رو نشون میده، واسه شرکت های منفی درصد منفی رو نشون میده. مثلا توی اینجا اگر نگاه بکنیم 116 تا شرکت وجود داشته که بین 4 تا 5% منفی خوردن، ولی تنها 45 شرکت وجود داشته که بین 4 تا 5% منفی بودن. و نشون میده که چرا شاخص الان منفیه، در واقع ارزش بازار منفیه، به خاطر اینکه تعداد بیشتری از منفی ها مخصوصا تو بین 4 تا 5% بودن. توی آخر نشون میده چند تا از شرکت ها بزرگتر مساوی 5% بودن. خب یعنی از 5% به بالا. اینجا حالا میتونیم مثلا بنویسیم به بالا، به جای اینکه بیشتر بنویسیم به بالا میتونیم بنویسیم. خب یعنی 5% به بالا. یه چیزی که باید توجه کنین اینجا، ناگهان توی بازار من اینجا براکت گذاشتم، اینور پرانتز گذاشتم، یعنی 0 تا 1%، خود 1% رو مشمول نمیشه. اینجا از خود 1% تا 2%، یعنی 2% رو مشمول نمیشه. و اینجا هم یه نمودار گذاشتیم که بتونیم به راحتی این مقایسات رو انجام بدیم که توی 4% تعداد منفی ها چقدر زیاد بوده و تعداد مثبت ها اگر بوده یا 0 بوده تا 1% یا بوده اصلا از 2% تا 3%، ولی حجم بیشتر مثبت ها توی این قسمت بوده. خب نمودار بعدی بر اساس نوع اندازه شرکت ها هست. یعنی اینجا شرکت های بسیار بزرگ بودن که تقریبا میانگین افزایش قیمت پایانی اونها 0.3% بوده. بقیه شرکت ها اندازه کوچیک مثلا 0 بوده، اونایی که خیلی کوچیک بودن. بیشتر شرکت های بزرگ بودن که منفی 0.9% در واقع خوردن. یعنی شرکت های بزرگ بودن که این شاخص رو خیلی کشیدن و بعد شرکت های کوچک، متوسط و کوچک بودن. شرکت های بسیار کوچک تقریبا 0 بودن و شرکت های خیلی بزرگ 0.3%. منظورمون از شرکت های بسیار بزرگ و بسیار کوچک چی هست؟ چطور این دستبندی رو انجام دادیم؟ اگر بیایم پایین تر، اینجا ما اندازه شرکت ها رو بر اساس صدک اونها جدا کردیم. یعنی چی صدک اونها؟ یعنی گفتیم شرکت هایی که ارزش بازار اونها بین 95% تا 100% کل ارزش بازار بودش میشه شرکت های بسیار بزرگ. دکسر صدک یعنی اینکه ارزش یک شرکت به خصوص کوچکتر از ارزش حداکثر صدک بوده و بزرگتر از ارزش حداکثر صدک گروه قبلیش بوده. پس اگر شرکتی ارزش بازارش کوچکتر مساوی این مقدار و بزرگتر مساوی این مقدار باشه، میگیم یه شرکت بسیار بزرگی هستش. و اگر اینجا یه شرکتی ارزش بازارش، مثلا یه شرکت به خصوص ارزش بازارش کوچکتر از 141 میلیارد تومان باشه اما بزرگتر مساوی 39.15 میلیارد تومان باشه، به عنوان یه شرکت بزرگ در نظر میگیریمش.
و اینجا صدکاش هم نشون دادیم، یعنی که گفتیم مثلا یه شرکت متوسط یعنی بین 40 تا 80 درصد ارزش بازارش، ارزش بازارش بین 40 تا 80 درصد ارزش بازار کل اون روز هستش و این ارزش های بازار همگی بر اساس ارزش بازار روز هستن که به قیمت پایانی محاسبه میشن. خب اگر هم توجه بکنین ما تعداد بیشتر شرکت های توی بورسمون متوسط هستن که 244 تا هستن توی این روزا، حالا ممکنه نمادهای بسته باشن، نمادهای باز باشن، اینا گزارش روزانه ما هستش که داره نشون میده دیگه، و تنها 30 تا از شرکت ها بزرگ هستن. تقریبا توی این روز 121 شرکت 80 درصد کل ارزش بازار رو داشتند. خب تو قسمت بعد ما یه تحلیلی در خصوص کل معاملات انجام شده داریم که اینجا نشون میده تو هر گروه مجموع ارزش اون گروه چقدر بوده. خب که میبینیم مثلا مجموع ارزش گروه شرکت‌های بسیار بزرگ خیلی بالا هستش و این دایره اندازش به اینا بستگی داره، یعنی مثلا این دایره بزرگتر از این دایره بسیار کوچک هستش یا از حتی از این بزرگم بزرگتر هستش، که این در واقع اندازش بر اساس این مجموع ارزشه که داره نشون داده میشه و نمایش داده میشه. و اینجا مثلا شرکت های کوچک تقریبا اندازه یه نقطه شده در قبال مثلا بود بسیار بزرگ ها. خب توی بعدی میانگین درصد تغییر رو داریم نشون میدیم که اینجا همین اعداد این بالا هستن که اینجا داریم حالا به صورت جدولی نشون میدیم. اینجا مثبت رو داریم میبینیم که سبز، اونایی که منفی بودن هم قرمز هستن و صفر هم که رنگی نداره. و بعد حجمی که اینجا معامله شده به میلیون هستش، این تقسیم بر 10 به توان 6 شده، خب تقسیم بر 1 میلیون شده و اینجا میبینیم که 13103 میلیون حجم توی شرکت‌های بسیار بزرگ جابجا شده و تنها 19 میلیون سهام توی شرکت‌های بسیار کوچک جابجا شده. و اینجا هم تعداد معاملات رو داره به ما نشون میده که تعداد معاملات چند تا بوده توی هر کدوم از این شرکت ها، که میبینیم بیشتر تعداد معاملات توی شرکت های بزرگ بوده و کمترینش کوچک بوده. اما یه تحلیل بسیار جالب دیگه که توی این گزارش وجود داره میانگین مبلغ خرید تو هر معامله هستش. توی اینجا مثلا داره نشون میده که به طور میانگین تو هر معامله که شرکت های بزرگ انجام داده شده، انجام شده به طور میانگین 10.78 میلیون تومان سهم خرید و فروش شده، یعنی هر معامله 10 میلیون تومان پول این وسط جابجا شده. انحراف معیارش 5.39 میلیون تومان هستش، یعنی اگر این رو مثلا تا دو انحراف معیار بخوایم در نظر بگیریم به این اضافه کنیم، یعنی ماکسیموم معامله‌ای که انجام شده توی شرکت‌های بزرگ 20 میلیون تومان بوده. و اینجا نکته جالبش این هستش که ما الان تو شرکت‌های بسیار بزرگ 10 میلیون تومان بوده، ولی تو شرکت‌های بزرگ که منفی بودن 11 میلیون تومان با انحراف معیار بالاتری بوده، که نشون میده که معاملات حالت یه مقدار هیجانی داشته وقتی این انحراف معیار بزرگ بوده. یه کسایی که مثلا کوچیک خرید و فروش کردن، یه کسایی بزرگ خرید و فروش کردن، معاملات بزرگ رد و بدل شده. خب و این انحراف معیار توی شرکت های متوسط و بسیار کوچک خیلی زیادتر هستش، ولی حجم میانگین معاملات کمتر هست. ولی یه نکته جالبی که بسیار کوچک وجود داره، هم حجم معاملات، هم میانگین معاملات، هم انحراف معیار کم هستش و این یه نکته مثبته که الان توی این بازار سهم‌های بسیار کوچک شاید جایگاه نسبتا مناسبی داشته باشن و سهم‌های بسیار بزرگ، اما سهم‌های بزرگ متوسط و کوچک درگیر یه سری اتفاقات هستن. خب این میانگینه هایی که گفتم ما واسه کل بازار هم اومدیم تحلیل کردیم، توی این جدول قرار دادیم. توی این جدول داره به ما نشون میده که به طور میانگین تو هر معامله 9.12 میلیون تومان، یعنی 9.120.000 تومان خرید و فروش انجام شده، خب پول رد و بدل شده، و انحراف معیار اون 12.43 میلیون تومان یا 12.430.000 تومان بوده. پس من الان میتونم در نظر بگیرم که امروز توی بازار هر معامله که انجام شده 9 میلیون تومان حدوداً پول رد و بدل شده. این رو اگر گزارشش رو کنار گزارش‌های دیگه، اگر مثلا این گزارش رو هر روز یا هفته یه بار بگیرین حداقل، بذارین کنار گزارش‌های دیگه، این
میانگینه خیلی معنی پیدا میکنه، نشون میده که قدرت پولی که داره وارد بازار میشه چقدر هست، حجم معاملات، مردم چقدر اطمینان دارن. مثلا اون روزایی که چند وقت پیش هم اکثر بازار مثبت 5 بود، نزدیک 20 میلیون تومانی میانگین رسیده بودش و خب میانگین خیلی بالایی بودش، نشون میده که مردم با اطمینان دارن میخرن. ولی الان شک دارن و کمتر شده نسبت به اون روزها، که این در قبال نشون در قبال گزارش هایی که روزهای قبل گرفتیم خیلی معنی خوبی پیدا کنه. اینجا هم ماکسیموم و مینیموم خرید و فروش ها رو گذاشتیم که در کمترین حالت 200,000 تومان که یه جورایی فکر میکنم باسه یه سری سهمای خاصه، مثل مثلا الان دارا، نماد دارا با 200,000 تومان میتونین خرید و فروش خرید و فروش نمیتونین کنین، خرید بکنین. پس یه معاملش الان حداقل معاملاتی که داره انجام میشه تو اون نماد دارا هستش که 200,000 تومان هستش. اما بیشتر معامله خیلی جالبه که 194 میلیون تومان یک معامله وجود داشته، یعنی امروز بازار یک سهمی وجود داشته که یک معاملش 194 میلیون تومان بوده و کد 2 یا کد 4 را هم نبوده. خب چون کد 2 و 4 رو ما جدا کردیم و این سهم رو ما توی فیلترها میتونیم ببینیم. خب میانگین کوتاه شده چی هستش؟ ببینین انحراف معیار خیلی بالا هستش توی سهم ها. ما اومدیم 1%، مثلا اینه که 194 میلیون بوده خیلی چیز خاصی بوده، نمیتونیم یک دید مناسبی روی بازار به ما بده این میانگین. این میانگین کوتاه شده دید بهتری به شما میگه به طور میانگین توی بازار چه اتفاقی افتاده و این رو مقایسه بکنین خیلی بهتر هستش. و اینم اومده اینطوری محاسبه شده، ببین فرمولش به صورت VBA نوشته شده، یا فرمول به خصوص هست که ما نوشتیم و اومده چیکار کرده. 1% از معاملاتی که توی ماکسیموم قرار گرفتن، یعنی 1% بالایی، و 1% از معاملاتی که مقدار پول اونها، مقدار تومان اونها در صدم پایین بوده رو حذفش کردیم، یعنی 98% از دیتا ها رو گرفتیم که این وسط بودن و میانگین کوتاه شده و میانگین اونها رو به دست آوردیم و نشون میده که در واقع میانگین اصلی معاملاتی که انجام شده 8.26 میلیون تومان بوده، یعنی 8,260,000 تومان هر معامله پول رد و بدل کرده و انحراف معیار رو اینجا نشون میده خیلی اومده پایین، فقط اون 1% رو ما حذف کردیم و این نشون میده که ما داریم اطلاعات بهتری رو از بازار الان میگیریم و این الان 12 میلیون تومان یه انحراف معیار بالایی هست، اما این 5,900,000 تومان انحراف معیار کمتری هست و اینجا حد بالای خرید واسه ما مهم هستش. حد پایین خرید 0 به دست اومده. ببینید حد بالا و پایین چجوری به دست اومده. انحراف معیار یعنی میانگینه به اضافه 1.5 انحراف معیار هستش که حد بالا رو به دست آورده. از لحاظ آماری ما اگر توزیعمون توزیع نرمال نباشه نمیتونستیم برآورد فاصله توزیع نرمال داشته باشیم. اما یه چیز سرانگشتی خیلی جالب که توی کارهای آماری انجام میدن و مهندسی انجام میدن، به جای اینکه ما اینجا برآورد فاصله بکنیم، ضرب در 1.5 انحراف معیار میکنیم خیلی جالب. به خاطر همین الان نشون میده که اون مقدارهای واقعی بالا که اگر مثلا خرید و فروش شده 17 میلیون تومان معامله هست، یعنی اگر سهمی وجود داشته باشه که میانگین خریدش بالای 17 میلیون تومان باشه، یه سهمی هست که با قدرت بالا داشتن خرید میکنن، با اطمینان بالا معاملات انجام شده. اما حد پایین اینجا 0 به دست اومده به خاطر اینکه ضرب در 1.5 انحراف معیار بکنیم منفی میشه و بنابراین ما عددی رو واسه حد پایین نداریم. میتونین اینا رو جابجا بکنین، تغییر بدین، مثلا 1.5 رو به جای 1.5 بذارین 1 که یه انحراف معیار ازش کم بکنه. البته اینم باید 1 بکنین که فرمولمون درست در بیاد و الان نشون میده که این حد پایین ما 2.35 هستش، 2 میلیون تومان حد پایین وجود داره. خب که الان من این رو به همون 1.5 برمیگردم، چون از لحاظ آماری اون 1.5 عدد دقیقتر و بهتری هستش که وجود داره. یه نکته دیگه، این 1% هم بسته به شما داره. مثلا من میتونم اینو 2% بکنم، بگم 2% از معاملات رو کم بکن که میبینیم انحراف معیار کمتر میشه
و حد پایین رو هم داره به من نشون میده که 390 هزار تومن بوده، مناسب بود. ببینید من اگه اینو 3% بکنم انحراف معیار دیگه تغییر زیادی نمیکنه هر چقدر بیشترش بکنم، میبینین؟ پس اینجا داره نشون میده که 2% مقدار جالبی هستش که میتونید خودتون روی 1% یا 2% تنظیمش کنید. خب این میشه صفحه در واقع گزارش من و اطلاعاتی که داره بهتون میده. دو تا اینجا باتم داریم. باتم اولش خروجی پی دی اف هستش. من هر روز میام این گزارش رو که تولید کردم یه دونه خروجی پی دی اف میگیرم که توی اینجا قرارش میدم. یعنی این واسه روزهای قبلی من هستش که من بخوام مثلا روزها رو کنار هم بچینم حداقل واسه حدود 2 هفته 3 هفته 1 ماه رو من گزارشاتش رو نگه میدارم، ولی بیشتر از 1 ماه دیگه نگه شاید ندارم. خب که بتونم مثلا بیام 1 روز تغییرات رو هم نگاه بکنم، ببینم مثلا روز قبل میانگین چقدر بوده، انحراف معیارها چه تغییری کردن، تعداد سهم‌ها اینجا چه تغییری کردن، که گزارش بسیار خوبی هستش که اگر اون پی دی اف ها رو کنار هم بذاریم و نگاه بکنیم و بازار رو به ما نشون میده. و دومیش هم خروجی اکسل هستش. من یه خروجی اکسل هم میگیرم که یه موقع اصلا خواستم آنالیزی بکنم، نموداری داشته باشم، بتونم به راحتی این داده ها رو کپی پیست بکنم یا ازشون استفاده بکنم، که این رو هم میام اینجا دوباره تو همون فولدر خودم ذخیرش میکنم. و توجه بکنید تمام ذخیرهایی که میکنیم مارکت ریپورت -1390 تاریخ هستش، تاریخ رو به هم چسبونید که اینطوری قشنگ پشت هم بچینه. این نیمش رو میتونین خودتون عوض بکنین، این پیش فرض هستش هم واسه پی دی اف هم واسه اکسل، ولی دست شما هست. ولی خب اینطوری گذاشتم که قشنگ اینا زیر هم چیده بشه وقتی که مرتبش میکنیم. خب وقتی که خروجی اکسل رو میگیریم یه چیزی رو توجه بکنین، اینجا دیگه اسم اکسل شما تغییر کرده به این اکسل جدیده مارکت ریپورت 1399-2-24. خب و اون تمپلیت دیگه از الان به بعد هر تغییری تو این اکسل بدین رو اون تمپلیت تغییر نمی کنه و اون تمپلیت دیگه سر جاشه. مثلا من میتونم دیگه اینجا راحت بذارم 3%، یه بار دیگه رفرش بذارم که دیتامو یه بار دیگه اصلا فیلترامو یه بار دیگه به روز رسانی کنم. هر بار که شما یه چیزی رو تغییر کنید، مثلا اینجا من پارامتر اینو بسیار کوچک رو کردم بزرگ، اگر خواستم این دیتا عوض بشه باید بیام اینجا رفرش رو بزنم. خب اینجا هم 3% کردم، توی این فیلترها تاثیر داره، میتونم بیام رفرش رو بزنم که دوباره محاسبات رو انجام بده. خب ولی این تغییراتی که دارم میدم رو اون تمپلیت دیگه تاثیر نداره، اون تمپلیت سر جاش میمونه و این یه اکسل جدیده. خب این از قسمت ریپورت و دکمه‌ای که داره. بیاین توی قسمت فیلتر هم یه توضیح کوتاه بدیم. فیلتر اول مربوط به معاملات بلوکی هستن، یعنی معاملاتی که حجم بالایی توسط 1 یا 2 شخص یا شخص حقیقی حقوقی انجام شده و خارج از در واقع بورس یا خارج از بازار برای افراد عادی انجام شده این قضیه، که اینا رو داره به ما نشون میده که اینا معاملات بلوکی بودن. بعد میام دونه دونه فیلترهای مختلف رو اینجا براتون قرار دادم، توضیحات فیلتر رو هم نوشتم، بخاطر این دیگه من توضیحی نمیدم. فقط یه چیزی که مهمه اینجا، بعضی از این فیلترها پارامتر داره که این پارامترها رو شما میتونین تغییر بدین. مثلا من اینجا میخوام شرکت‌های بسیار کوچک به صورت عادی هستش، ولی میخوام شرکت‌های بزرگ رو فقط ببینم، میتونم اینو تغییر بدم، برم رفرش دیتا رو بزنم. نکته دوم این هستش که اینا میبینن هایپرلینک، اگر من روی هر کدوم از اینا کلیک بکنم اطلاعات مربوط به اون نماد رو به من نمایش میده. نماد شناخت مهندسی و ساختمان صنایع نفت، سایزش کوچیکه، تعداد معاملات 24 تا بوده، حجمش ارزش کل اون روز رو داره نشون میده، معاملات اون روز رو، میانگین خرید به میلیون ریال هست. اینا دیگه همه به ریال هستش، یعنی اینجا هیچ کوتاه‌سازی انجام نشده، میانگین خرید انجام شده تو این سهم هستش و غیره. بیایم اینجا مثلا نماد دتولید رو ببینیم. مثلا این نشون میده که دتولید داروسازی تولید دارو سایزش متوسط بوده، تعداد معاملات، حجم معاملاتی که انجام شده، ارزش بازار امروزش، میانگین خریدش و حجم خریدی که داشته.
تو هر معامله، اینا تو هر معامله مثلا یعنی نشون میده 177 میلیون ریال بوده، یعنی 17 میلیون تومان تو هر معامله خرید شده تقریبا. و اینجا هم داره مقدار قیمت دیروزش، مقدار کلوز دیروزش، کلوز امروزش، یعنی مقدار قیمت پایانی که سهم بسته شده، قیمت اولیه، قیمت آخر، بیشترین و کمترین که همش یکی بوده. پس نشون میده که نوعش صف خرید بوده. ببینید اینجا نوع صف رو گذاشته، صف خرید بوده و تعداد افرادی که تو صف بودن 1344 نفر بودن. حالا بیایم یه نمادی که صف نموده رو مثلا ببینیم. مثلا پارسیان فکر کنم امروز صف فروش بوده. آره امروز صف فروش بوده، امروز صف فروش ما زیاد داشتیم. که ببینید اینجا یه نکته رو در نظر میانگین خرید مساوی حد بالای اینجا قرار داده شده وقتی که من داشتم گزارش میگرفتم، یعنی حد بالا اون سهمایی رو نشون میده بهتون که میانگین خریدشون زیاد بوده و بالاتر از میانگین خریده. همه این جداول هم مرتب شدن بر اساس میانگین خرید توی معامله، چون یک شاخص جالب و مهمی هستش. و اینجا الان اگر خواستید مثلا اینجا به میلیون ریال تبدیلش کنیم، ضرب کنیم، اگر خواستید میتونید خودتون یه عدد بنویسین، مثلا یه عدد اینطوری بنویسین و بعد رفرش رو بزنین که به روز رسانی بکنه. ولی به صورت پیشفرض اونایی که میانگین خریدشون زیاد بوده، یعنی بالاتر از اون حد آماری که به دست آوردیم بودن. خب بیاییم جلوتر. اینجا فیلترهای مختلف هست و مواردی که میتونید تغییر بدین، توضیحاتش هم اینجا آوردیم واسهتون. یه دونه فیلتر جالب اینجا مقاومت روانی هستش که اگر مثلا اینو من کلیک بکنم میبینم ماکسیموم قیمت مثلا این سهام به 80,000 رسیده و بعدش هم اتفاقا اومده پایین. ولی وقتی که ما ماکسیموم عددمون، ماکسیموم قیمت به یک عدد روند برسه، میگه مقاومت روانی رخ داده و اینا رو اینجا واسهتون فیلتر کردیم. و یه چیز جالب دیگه مثلا الگوی تیک هستش، افرادی که باش آشنا هستن میدونن. اینجا هم یه توضیح دادیم الگوی تیک و اونایی که امروز الگوی تیک زدن رو واسهتون فیلتر کرده. مثلا یه دونش رو با هم دیگه ببینیم و ملی رو مثلا نگاه بکنیم. صفحه خرید بوده 322 نفر تو اون روزی که اکثرا مثلا فروش بودن، این صفحه خرید بوده و گروه صنعتی ملی که سایز متوسط هم داره و اینجا هم داره تغییرات رو قشنگ نشون میده. من قیمت دیروز، قیمت پایانی امروز، قیمت اولیه، قیمت آخر، ماکسیموم و مینیموم و رنجش که در واقع ماکسیموم منهای مینیموم هستش، درصدش تقسیم بر مینیموم که میگه مینیموم به ماکسیموم 2% تغییر وجود داشته، 2.83% تغییر وجود داشته. تغییرات قیمت پایانی و نسبت به قیمت‌های مختلف داره نشون میده. مثلا نسبت به دیروز 4.67% قیمت پایانی رشد داشته. قیمت پایانی نسبت به قیمت اولیه 1.64% رشد داشته، یعنی قیمت اول که باز شده تا به قیمت پایانی برسه 1.6% رشد کرده، اما نسبت به قیمت آخر یعنی آخرین معامله منفی 0.3% بوده، 0.32% بوده. یعنی و تو اینجا قیمت پایان من که 171.66 هستش نسبت به آخرین معامله که 711 داره آخرش 0.32% کاهش داشته قیمت پایانی. خب یعنی از اول شروع کرده قیمت پایانی رفته بالا، بعد قیمت پایانی نسبت به آخرین معامله یعنی آخرین معامله هم رفته بالاتر، ولی قیمت پایانی این وسط گیر کرده مونده. خب اینم میشه در واقع فیلترهای ما و اینکه تو هر کدوم از اینا ما اگر روش کلیک کنیم چه اطلاعاتی رو به ما میده. و این کنارش هم میگه که آیا الگوی تیک مثلا این الان این مورد الگوی تیک هم زده ولی صف نبوده. یه موردی که هم صف بوده هم الگوی تیک بوده مثلا همین وملی بوده که هم الگوی تیک داشته هم صف بوده و تعداد افرادی که تو صف بودن 322 بوده. خب به نظر من که این یه گزارش خیلی جالبی هست واسه افرادی که بازار رو رصد میکنن و پیگیرش هستن. خب و امیدوارم که براتون بسیار مفید باشه و بتونین استفاده بکنین ازش. ممنون، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.